درود بر شما. دوم اردیبهشت ماه 1401 خورشیدی و 22 آوریل 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به راست و دروغ فهرست ابربدهکاران بانکی که از 20 فروردین تا حالا منتشر شده. پرده آخرم خواهیم داشت به روال معمول آخر برنامه. 20 فروردین ماه 1401 فهرستی از بدهکاران بانکی 4 بانک دولتی منتشر شد، بعدم 7 بانک دیگه گفتن فهرست بدهکاران کلان 11 بانک دولتی منتشر شد، بعد 3 بانک خصوصی هم فهرست بدهکاری کلانشون منتشر کردن، شد 14 بانک. 27 فروردین 1401 اعلام شد که انتشار این اسامی باعث شده تو همین چند روزه بعضی بدهکارا بیان، همینا که اسمشون هست، بیان بدهیاشون رو بدن. سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد درباره نتایج اقدام این وزارتخانه برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهیشان به بانک ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کردند. انشالله همه دارن حقیقت رو میگن. مطالبات غیرجاری عقب افتاده میگن اینا رو، جزو مطالبات غیرجاری عقب افتاده. یعنی چی؟ یعنی همین پرداخت نشده های کلان در فهرست هایی که منتشر شده باعث می شود که بانک دیگه وام نده، چون اینا کل پول بانک رو گرفتن، نمیرن قسطاشون رو بدن، ریسک دیگه بانک نمی کنه. یعنی یکی از دلایل مهمی که مردم عادی رو بانک ها واسه دادن وام های چند میلیونی سر می دونن همین بدهکاری های کلان چند تا دوم کلفت متصل به مقامات. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی، در دهه اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات شبکه بانکی رشد قابل توجهی را تجربه کرده. این موضوع نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی است. برای اینکه عمق فاجعه رو در پیوند با این بدهکارهای کلان بهتر بفهمیم، سرعت رشد بدهی عقب افتاده دوم کلفت از بانک‌ها رو ببینید. شهریور 1400 مطالبات غیرجاری بانک‌ها 230,000 میلیارد تومان بوده. آذر 1400 یعنی 3 ماه بعد میشه 317 میلیارد تومان. در 3 ماه رشد تصاعدی مطالبات غیرجاری بانک‌ها نزدیک 100,000 میلیارد تومان اضافه میشه. میزان مطالبات غیرجاری شبکه بانکی از 67,000 میلیارد تومان در پایان سال 1392 به 317,000 میلیارد تومان در آخر آذر 1400 رسیده است. این طلب بانک ها از مردم نیست دیگه. برای اینه گفتم یه توضیح کوچیکی بدم درباره این که میگن مطالبات غیرجاری بانک ها و مطالبات بالای 100 میلیارد. این 236,000 میلیارد تومان بدهی معوقه دومکلفت‌های راندخاره. چند نکته مهم تو همین فهرستایی که منتشر شده میشه دید، از جمله این که مثلا اسم خیلی از بدهکارهای کلان تو چند فهرست هست، یعنی از چند بانک اینا پول گرفتن بدون اینکه اقساط وام یا به اصطلاح تسهیلاتشون رو بپردازن، از چند تا بانک خوردن، مثل گروه سرمایه گذاری قدیر که مال نیروهای مسلحه. اینجا تو فهرست بدهکارهای کلان بانک تجارت دارین میبینه. همین گروه سرمایه گذاری قدیر رو تو فهرست بانکدارای کلان بانک اقتصاد نوین هم میبینین. یا مثلا ستاد اجرایی فرمان امام که بعد از سپاه بزرگترین کارفرمای اقتصاد کشوره، خودش جزو بدهکارهای کلان بانکیه. تو فهرست بانک اقتصاد نوین، نمیدونم اون فهرست هم دیدین یا نه، که خب مثلا گروه 5, 6, 7, 8 اینا مال ستاد اجرایی فرمان امام. ابهام و اشکال تو این فهرست ها خب زیاد. ما از آقای عباس پالیزدار دعوت کردیم که امشب صفحه آخر بپیوندند برای پاسخ دادن به لااقل بخشی از این ابهاما. تا همین چند ثانیه تا نیامدن خدمتتون عرض کنم که عباس پالیزدار که بیشتر با افشاگری علیه
بیش از 40 نفر از مسئولان و روحانیون ارشد حکومت جمهوری اسلامی شناخته میشن، از رزمندگان دوره جنگ ایران و عراقند. جانباز 45% در اثر بمباران شیمیایی ارتش عراق، نزدیک 6 سال جبهه بودند، 12 بار در جنگ مجروح شدند. در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، آقای پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه شدند. یعنی نماینده مجلس نبودند، اینا کارشناسان و متخصصین ارشدی بودند که کمیسیون مجلس و مجلس به کار گرفت برای اینکه از قوه قضاییه برای اولین بار تحقیق و تفحص بکنه مجلس. بعد از بیش از 2 سال تحقیق کردن در اردیبهشت 1387 و جمع‌آوری انبوه اسناد، آقای پالیزدار در سخنرانی در دانشگاه بوعلی همدان برای نخستین بار فساد بیش از 40 تن از مسئولان جمهوری اسلامی، مخصوصا روحانیون و حاکم را با اسم و مشخصات و نحوه کار و پروندهشون اینها افشا کردن. بدیهی بود خرداد 87 بازداشت میشن، به 10 سال زندان محکوم میشن. بعد از 15 ماه حبس به دلیل بیماری‌های متعدد ناشی از اثرات سلاح شیمیایی در جنگ، با وثیقه 350 میلیون تومانی اون موقع آزاد میشن. باز سال 89 میگیرنشون، در مجموع اواسط 90 آزاد میشن. در مجموع 3.5 سال زندان بودن به جرم افشای حقایق. آقای پالیزدار خوش آمدید به امشب صفحه آخر. اجازه بفرمایید که من از بدون فوت وقت از نخستین سوال شروع بکنم. ببینید، بزرگترین بدهکار بانکی کیه؟ اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون. عرض شود که با ورود به این بحث، من میخوام عرض کنم که با توجه به آماری که خود بانک ها دادن، خود وزارت خونه هایی مثل وزارت اقتصاد دارایی در رتبه اول، وزارت نیرو تو رتبه دوم و دیگر وزارتخونه ها و دستگاه های دولتی خودشون که بزرگترین بدهکاران بانکی هستند، و بعد از اونها، بعد از سازمان های دولتی و وزارتخونه ها، میشه گفتش که شعب خارجی ما در واقع بزرگترین تسهیلات دهنده به افرادی که جزو ابر بدهکاران هستند تو رتبه بعدی قرار میگیرن، چرا که اونجا بیشتر پرداختای سیاسی بوده، با یه تلفن تماس بدون هیچ وثیقه‌ای تو شعب خارجی به اصطلاح تسهیلاتی پرداخت میشه و تسهیلاتی که بعدها هم بازپرداخت نمیشه خیلی هاش، و به این ترتیب میشه و بعد میاد تو داخل کشور به اصطلاح میایم تو گروه هایی که متصل به جریان های سیاسی کشور و افراد سیاسی امنیتی کشور مرتبط هستن، اونها رتبه های بعدی رو دارن توی گرفتن تسهیلات بانکی و هر شبت که در نهایت هم تبدیل شدن اونها به مطالبات موفق. خب حالا یعنی امشب بخشی از این پله های بعدی که شما فرمودین میرسیم، میپردازیم امیدوارم. ولی همون نکته نخستی که فرمودین، یعنی وزارت اقتصاد که این فهرست ها رو خواسته از بانک مرکزی و بانک های مختلف که منتشر بکنن، خودش بزرگترین بدهکار بانکیه. البته خب مال وزارت خونه دوره قبل دیگه، وزارت خونه های دوره قبل. ولی خب الان وزیری که خودش الان وزیر اون اقتصاد دارایی هستش، خودش اول باید پیگیری کنه که اون مطالبات موقع شرکت های تابعش رو زودتر بازپرداخت بکنه، بعد مدعی شفافیت بشه. اول خوب بود که خودش می اومد میگه آقا من اینقدر بدهکاری از قبل داشتم، سازمان های من فلان، سازمان من اینقدر، فلان سازمان من اینقدر، و الان شروع کردم بازپرداخت همون مطالبات موفق و با بانک ها تصفیه کردم، حالا از بانک ها میخوام که شفاف کنن بقیه بدهکاری بانکی و ابر بدهکاری بانکی رو برای مردم روشن کنن که کی هستن، چی هستن، چرا اینجوری شده، چرا اونجوری شده. خوب بود اینجوری ورود میکرد. البته ما راضییم و به همین هم راضییم، همین که حالا میخواد اسمشو بذاریم شو، میخوام اسمشو بذاریم هرچی، و همین هم راضیم که در جمهوری اسلامی بشه، حالا با انگیزه شویشون هم شده، ما ورود کنیم، رسانه ها بیان وارد قضیه بشن، بتونیم وادارشون کنیم به اینکه واقعا شفاف بشه موضوع و واقعا دنبال کنیم، خسته نشیم، پیگیر باشیم به اصطلاح موضوعات رو، تا شاید به جایی برسه، شاید بخشی از این مطالبات بتونه اموال بیت المال دیگه تو سیستم بانکی کشور بتونه از بیت الحال تبدیل بشه به بیت المال.
این از بیت الحال تبدیل بشه به بیت المال از اون تیکه هایی که آقای پالیزدار تو سخنرانی هاشون هم همیشه میندازن و حالا امشب من یکی یکی توجهتون رو جلب میکنم که با این بعد شخصیت آقای پالیزدار هم آشنا بشین. آقای پالیزدار انصافا بدهکارا همینان که تو این فهرست آمدن تا همین دیروز پنجشنبه نه خیلی از بدهکاران رو هنوز معرفی نکردن، چه دولتی ها چه بخش های حقیقی و خصوصی رو. عرض شود حضورتون که من یه نمونه شو مثلا بخوام به شما عرض بکنم، یه مجموعه ای رو یه فردی یه گروهی یه خانواده ای به عنوان الان اسمش مطرحه تو سیستم بانکی به عنوان گروه امتیاز. این آقایون امتیاز عرض شود خدمتون که چند تا داداش رو با پدرشون و اینها حسام الدین و جمال الدین و نمیدونم کی دو سه تا داداش بودن، پدرشون هم دفتر ازدواج و طلاق داشته در میدون توحید خیابون پرچم. آخون بوده یعنی. آخون بله دیگه بله. دفتر ازدواج طلاق داشته اونجا مشغول کارش بوده. اینا هم تاجرای خورده پای تو حوزه چای بودن و در نتیجه به اصطلاح یه ارتباطاتی با بچه ها و بزرگان منطقه عرصبت حضورتون که لاهیجان پیدا باست میکردن، چون تو حوزه چای خورده تاجر بودن. خودشون بچه های صحابه هستن، اصلا نه لاهیجانی هستن نه با اون امتیازه شیراز که آدم خوبی هم هست اونجا بیمارستان دارن و با اون ارتباطی هم نداره یه وقتی ذهنیت درست نشه. فقط تشابه فامیلیه با اون امتیازه. بله تشابه فامیلیه. بله بله عرض شود خدمتون که تو سال 82-83 این آقایون امتیاز به اصطلاح با یکی از اقوامشون که نمایشگاه ماشین داشته ارتباط خوبی داشته، فامیلشون بوده دیگه، ارتباطات زیادی داشته. این آقای نمایشگاه دار پیشنهاد میده که من با یکی از نماینده‌های مجلس که تو همون حوزه لاهیجان هم ارتباطات خوبی داره و برای چایتون و اینا هم میتونه براتون ارتباطات خوبی برقرار کنه و چه و چه، این آقا الان خودش مثلا عضو مهمترین کمیسیون‌های اقتصادی و غیره مجلس هستش و خیلی جاها ارتباطات خوبی دارد و میتونم اینو با شما جوینت بکنم و از این ارتباط شما بهره ببرید و بالاخره رشد بکنید، ما هم این وسط دلالیمونو بگیریم و مثلا کاسبیمونو بکنیم در کنار شما. اینا قرار میذارن جلسه برگزار میشه و اون آقا بالاخره با آوردن فرزند خودش به سیستم با این شرط که من فرزندمو میذارم مدیر سرمایه، فرزند 18 ساله 19 ساله خودشون میذاره مدیر سرمایه گذاری اون هولدینگی که تشکیل میدن تحت اون عناوین مختلف، یکی از مهمترین شرکت هایی که راه اندازی کردن تحت عنوان آوند کالای ایرانیان اگه اشتباه نکنم یه همچین چیزی اسمی داشت، من دقت کنم آوند کالای نیاکان هر شبت خدمتون که این شرکت های متعدد از جمله این شرکت تشکیل میشه با اون حضور اون فرزند اون آقا هر شبت حضورتون که با معذرت میخوام آقای فرزند امتیاز منظورتون یا فرزند اون نماینده مجلس؟ نه فرزندم آدم سیاسی مجلس که در واقع میاد کنار اینا قرار میگیره خب. اون در واقع پسرش میاره تو میدون که اسم خودش نباشه، پسرش هم اسمش تو سهام شرکت نمیاد، مدیر سرمایه گذاری میذارتش و در واقع هر وامی رو تو سیستم بانکی عکس میکنن اون در واقع بایستی در تحت کنترل اینا قرار بگیره که در واقع اینا سهم و سهم مسائل خودشون رو برداشت میکنند و کارا رو از مدیریتی کلان اون پول در اختیار اون آقاست. این آقایون امتیاز در واقع تو شروع کار در واقع یه تابلو بودن، یه در واقع عروسک بودن تو قضیه به تعبیری هر شبت خدمتون که ولی همین آدمایی که یه عروسک بودن به جایی میرسن یه هولدینگ عظیمی درست میشه که من اینجوری میخوام بگم که یعنی ظرف 3 سال در سال 85 در واقع به عنوان بزرگترین مشتری بانک ملی محسوب میشه، تو بانک سامان هم همینطور هر ساعت خیلی از بانک‌ها رو درگیر میکنه و پولای گنده ای رو از سیستم بانکی میگیرن. حتی تو بانک ملی تو سال 88 با یه بگ چک این آقایون امتیاز 100 میلیارد تومان وام داده میشه، یعنی اینقدر اینا توی سیستم بانک ملی معتبر میشن. عرض شود خدمتون که
ولی این اعتبارها همه توخالی بوده، پشتش جریانای سیاسی بوده، اصلا اعتبارها واقعی نبوده که نتیجهش میشه الان که به عنوان بدهکار چه میدونم قریب به 100 میلیارد تومانی بانک ملی و یا بانک سامان عرصبت خدمتون که متاسفانه اسماشون هم تو لیست داده نشده، حالا به هر عنوانی به هر شکلی، در صورتی که اینها به جهت اینکه در واقع جریان رو مسیر جریان بدهیشون رو عوض بکنن، یکی از این برادرای امتیاز اگه اشتباه نکنم حسام الدین امتیاز فرار میکنه، پولا رو ور میداره و فرار میکنه به خارج از کشور و کشورهای آفریقایی و دنبالش بودن وکلای مخصوصا بانک سامان، یه فردی رو به عنوان وکیل گرفته بودن، حالا با تبلیغ این آقا هم میکنه آقای غلامرضا مهدوی الان از وکلای بین المللی هستش دادگاه لاهه و این برانور حضور دارن و ایشون از مدیران ارشد قوه قضاییه بودن، هم ارتباطاتشون خوب بود، هم ارشد خدمتون که توانمندی و قابلیت خوبی داشتن، موضوع رو دنبال میکنن، حتی طرف رو تو آمریکای لاتین پیدا میکنه، اینا نمیدونم گریم کرده بودن خودشونو به هر شکل ممکن، خلاصه از دسترس خارج، اسمشون رو مثل این آقای عبدالله عبدی که کارت ملی دو تا داره، اینا اونجا هم رفتن واسه خودشون پاسپورت متفاوت درست کرده بودن، خلاصه اینا برادرای دیگه میندازن گردن اون پولو برداشته برده آقای بانک ملی، آقای بانک سامان به ما اجازه بده ما پول بدیم، داداش اون پول ورداشه خورده برده، اون آدم سیاسی هم خلاصه از همین محمل استفاده میکنه به سیستم بانکی فشار میاره آقا کمک کنید را بیایید با اینا خورد خورد بدم بهتون، اون پولا رفته باید از اول اینا بیان مثلا از اون سرمایه گذاری کردن خورد خورد بفروشن بتونن پول بانکو بدن، با این وسیله و با این ابزار اون فراری میشه میره و اینا با این ابزار مثلا تا حالا پول بانکو ندادن، خیلی کم از پول بانک پرداخت شده و هنوز قالب پول بانک ها باقی مونده. یک سال این مثلا چقدر این یه از اون کساییه که مثلا اسمش هم نیوردن، چقدر میدونین که حدودا چقدر اینا به چند تا بانک بدهکارن؟ من اگه اشتباه نکنم تو بانک ملی بالغ بر 70 میلیارد تومان هنوز باقی مونده، هر سبب که بانک سامان هم نزدیک به 100 میلیارد تومان بود، فکر نمی کنم خیلی کم شده باشه، یه مقدار اندک اگر کم شده باشه، باز من دقیقشون اگر برنامه بعدی انشالله بشه من میپرسم عرض میکنم به مخاطبین برنامه و میدونین که همه این پولو بردن یعنی دوزیدن و اشان بله رفتن پولو... اینا کسایی بودن که تو سال 88 مثلا بی ام وی سری 5 که اومده بوده به تمام مدیراش یه دونه بی ام وی سری 5 میده، اینا امتیاز به مدیرای بانک که به اصطلاح باش همکاری کردن همینطور، یعنی یه آدم اینجوری بریزه به پاشای اینچنینی داشتن که تونستن به تحصیلات های گنده اینچنینی بگیرن و عرصبت که از مملکت اینجوری پول خارج کنن و با هر بحرهی حالا اون چهره سیاسی همه چهره مشخصیه، من حالا با خود و اینا گفتم به جهت اینکه حالا مسائل در واقع قضایی برای ما به وجود نیاد، این آقایی متاسفانه ما ها آدم های سالم و از دزدا بترسیم، دزدا میرن علیه ما شکایت میکنن که آقا این اسم ما رو آورد، خب دزدی کردی اسم تو آوردیم دیگه، ناراحتی چیه؟ من متاسفانه قوه قضاییه ما به اونایی که نباید اسمشون رو بیارین نیارین، خب اینا چهره های مشخص همین تر همین پیوند با امتیازا که میفرمایین معلومه آقای ایرج ندیمی است که حتی ازتون نمیپرسم درست میگم یا نه، چون مطمئنم که درست همین شخص ایرج ندیمی که اسمشو کرده ابوذر ندیمی، یه آدم حقبازی که هم با اصلاح طلبا بود هم با به اصطلاح اصولگراها، چند دوره برای اینکه نماینده مجلس بشه چند دوره نماینده مجلس بود، بعد با دو نفر از مجلسی ها یه دیگه هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان دولت رو راه انداختن که چند تا گزارش ما داشتیم روی این قضیه و کلی پول از 360 نفر گرفتن خوردن، پرونده تعاونی مسکن مجلس رو تو چند برنامه عرض کردم گفتیم قبلا، و الان ایشون چیکاره هستن آقای ایرج ندیمی، ابوذر ندیمی ببخشید، حاج ابو، هم اکنون وی علاوه بر سمت مشاورت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی به عنوان عضو هیئت مدیره بزرگترین هلدینگ دارویی کشور و مشاور عالی بیمه آرمان مشغول به فعالیتن ایشون، و حالا همه اون پول اون حالا با پالیزار 170 میلیارد تومان گفتن
از سال 82-83 ارتباطاشون با این گروه امتیازات تاجرای چای شروع میشه و این هم جزو خورده ها و برده های آقای ایرج ندیمی است. بگذاریم آقای پالیزدار، آقای محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی احمدی نژاد، هم من همینجوری صحبت میکردم تحقیق میکردم اینا، دیدم جاهایی با این تیم اسمش هست. منم حالا متاسفانه خیلی خبرها در ارتباط با ایشون داشتیم، ولی خب چون اسنادی در این ارتباط با ایشون در اختیارم نیست اسمی ازشون بیان نمی کنم، ولی منم مثل شما خبره این چیزی زیاد شدم. اصولا این داستانه همه از سال 82-83 شروع میشه، از زمان احمدی نژاد. بله متاسفانه حالا یا این در واقع ارائه این آمارها و ارقامها و لیستها برنامه ریزی شده است که در واقع نشون بدن که اینجوریه، یا واقعا اصلا اینجوری هست دیگه. ببینید این لیست‌ها همش، من آمارا رو نگاه کردم دیدم همه اینا برمیگرده به 82-83، دقیقاً دوره‌ای که استارتش رو در اون دوران میتونیم ببینیم. شروع کار در همون دوران ورود آقای احمد نژاد به 83، در واقع 84-82 عرصه‌ای که این اتفاقات استارت خورده. اما معناش این نیستش که در دوره آقای روحانی نبوده. خب حالا این خود زمان کوتاهه و اگر مثلا 2 سال دیگه بیایم بررسی کنیم ببینیم که در واقع استارت خیلی از اعتباراتی که مطالبات موفق شدن در دوره آقای روحانی استارت خورده. ولی الان در حال حاضر این لیست هایی که ارائه شده غالبا مربوط به دوران آقای احمدی نژاد هستش. یه اسمی آوردین، حالا آقای امتیاز، فرست و داداشا و اینا، و همینطور که شما فرمودین خیلی اسمای دیگه هست که مطرح نمیشه. خب چجوری میشه بیخ کارو گرفت وقتی که یعنی در واقع چه اهمیت داره؟ الان استیم رو صحبت میکنیم، بله بخش از این لیست ها رو نگاه میکنیم، آدم ها رو میبینیم، بعد آگاهگری برای مردم میشود که اصلا اینا کیان، از کجا اومدن، کیا پشتشونن و چرا وضع اینجوریه. اینا همه در واقع درد و گفتن برای اینکه رفت به طرف درمان، ولی وقتی نصف نیمه مطرح میشه، سلیقه‌ای مطرح میشه، دلایل پشت پرده است که یه سری مطرح نمیشن و فهرست کامل مطرح نمیشه، به چه درد میخوره آقای پالیزدار؟ من میگم اینا بیشتر در واقع سیاسیه، یه حرکت سیاسیه، ولی خب ما افرادی که در واقع پیگیری کننده این مسائل هستیم، افشا کننده این مسائل هستیم و شما رسانه‌ها به کمک همدیگه شاید بتونیم این جریانی که علی ظاهر سیاسی شروع شده، سیاسی آغاز شده رو به سمتی ببریم که بتونیم حداقل بخشی از این مطالبات موفق رو به بانک‌ها برگردونیم که یه بدبخت بیچاره‌ای که میخواد ازدواج کنه، یه وام ضروری میخواد، بتونه وامی تو بانک، پولی تو بانک وجود داشته باشه که بتونه وامی به همسال اینا پرداخت بکنه. انقدر دادن رفته دیگه، الان میگن که بانک‌ها همه ورشکستن، بانک‌ها نمونه بحرانی شدن، بانک‌ها نمیتونن ریالی دیگه پرداخت بکنن. خب اینا کجا رفته این پولا؟ این پولا رو برگردونید، ما کمک کنیم که حالا با همین شوی که ایجاد شده لااقل شو تبدیل به واقعیت بشه. من حالا از اینکه قوه قضاییه، خود شخص رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، همه دنبال اینن که این شفاف سازی بشه، ما مثلا این فضا استفاده کنیم. ان شاءالله که راست میگن، ان شاءالله که واقعیه، ان شاءالله که دنبالش هستن، ان شاءالله که مجموعه همه این سه تا آدما و سازمان ها و افرادی که به سر دنبال این ماجرا افتادن تو شروع استارتش واقعا پای قضیه بمونن. من حالا تو یکی از این موارد آیتما تقدیر و تشکر خودم از قوه قضاییه و به ویژه شخص قاضی مسعودی مقام میکنم که حالا بهش برسیم ان شاءالله عرض میکنم. بعضی هستن واقعا مجدانه پیگیر این ماجرا هستن و واقعا کوتاه نمیان و به هر شکل ممکن حتی رشوه گرفت دادن، خواستن بدن به واسطه هاشون چه میدونم فلان، ولی اینا کوتاه نمیاد آقای مسعودی مقام و خیلی مثلشون هم هستن. نمیخوام بیا خدا اینا که دل مردم سرد بشه نسبت به اینکه اصلا هیچ چی نیست، هستن، ولی خب متاسفانه انقدر انگوش شماره که به سلام فضای عمومی جامعه اینه که هیچی دنبال نمیکنه، اینجوری نمود پیدا میکنه متاسفانه. ببینید آقای پالیزدار، یه سوال دیگه قبل از اینکه باز وارد جزئیات بیشتر بشیم، که تو این فهرست اسامی هست که اصلا طرف مرده یا اعدام شده، مثلا تو فهرست بانک ملی اسم توکلی رو نوشتن، حسن اون بالا مرحوم اصلا شده، این
حسن توکلی طرقی بدهکار کلان بانک ملی بود، سال 91 اصلا مرحوم شد این آدم. یا اسم امیر منصور آریا و هولدینگ امیر منصور آریا و حمید باقری دورمنی تو چند ستون آمده توی بدهکارهای بانک ملی و بانکهای دیگه، مثلا هم دورمنی هم امیر خسروی، اینها به اتهام اخلال در نظم اقتصادی کشور اعدام شدن هستن. من از خانواده هاشون پرسیدم همه هفته گذشته که ماجرا چیه که دوباره اسم اینا، هر دوشون گفتن، عیناً براتون میخونم چون این مکتوبه، گفتن از زمان شروع پرونده، یعنی از زمان بازداشت این افراد تا امروز، تمام اموال ما در توقیف دادستانی است و ما هیچ اختیاری نداشته و نداریم. خب پس برای چی اسم اینا رو توی اموال دست خودشونه، برای چی اسم رو توی فهرست بدهکاری کلان بانکی مطرح میکنه؟ بله، من خودم هم راجع به این رئیس شدم و جویا شدم از مسئول بانکی، اینجوری توضیح دادم به ما. البته خب اصل و واقعیتش رو بخوای بگی که برمیگرده به همه حرف قبلیم که در واقع برای اجرایی شو باید یه چیزی تکمیل داشته، تعداد زیاد بشه، آمارا بره بالا فلان کنه، برای اسم چهار تا دیگه هم اینجوری هم مجبورن توش بیارن. واقعیت قصه اینه. اما آنچه که بانک ها به من گفتن، گفتن بخشی از اموالی که در واقع ما ازش مصادره کردیم به عنوان مطالبات اون از این آقای فوت شده یا از این آقای اعدام شده گرفتیم، اموال رو، باقی مانده اموال رو به نام فرزندانشون که هستش، به نام همسر و فرزندانشون باقی مانده، اما در اختیار اونها نیست. یعنی گفت در اختیار ما هم نیست، دست قوه قضاییه است. نماینده قوه قضاییه فعلا رو اموال این افراد خیمه زده که مثلا حساب کتاب دولت و بانک ها و نمیدونم زهزت خونه ها و بیرو زاره که روشن کنه، موقعش به اینا بده. اما تا اینجا محاسبه شده بخش اموال مال ایناست، اما حتی حق ورود به اون مجموعه ها رو هم ندارن. حتی مثلا بخوان وارد ساختمون بشن هم نمیتونن بشن، چه برسه بخوان بفروشن پول بانکو بدن. بهشون گفتم خب اینکه درست نیست که شما خودتونم قبول دارید اینجوریه، باز اسمو آوردید تو. گفت دیگه حالا از دستور بالاست، گفتم بنویسیم ما هم نوشتیم دیگه. یعنی نگاه ها اینجوری، یعنی خودشون هم قبول دارن که این اسامی فرمالیته و تشریفاتی نوشته شد. خب بریم سراغ این اسامی. آیه آلیزدار عزیز، سرلیست بدهکارهای کلان بانک ملی، اولین لیستی که منتشر شد، لیست اول بدهکارهای کلان بانک ملی بود. آبداران سرلیستش هستن، حالا ملی اون اول رو اگر نشون بدیم معلومه که پر آبدارها نوشتن توش. شما بگین که حالا من یکی دو نفر توی این لیست هستن و در زم توی این پرونده هستن که ازتون اگر لازم باشه میپرسم. خواهش میکنم بفرمایید. این برخی از این افراد اسمشون در لیست نیست. یکی از اونها هم دایی همین آقای آبدار است که اصلا اسم خودش در لیست نیست. کیه این آقا؟ آقای حبیب امانی، چه معروف به حبیب امانی، البته اسم کوچیکش یه چیز دیگه هم داریوش خطا. داریوش امان که بله، ولی اسم شناسنامهش حبیب امان که بله. عرشبت که ایشون در واقع این آبدارها رو هدایت کرده، راهنمایی کرده، بالاخره بچهای خواهرش بودن دیگه، یادشون داده چجوری پول مردم رو بخوری، چجوری بانک ها رو حرکه کنی، چجوری به اصطلاح سیستم دولتی رو، اموال بیت المال رو به بیت المال تبدیل کنی. عرشبت که این ایشون تو سالهای اولیه فعالیتشون مشترک اینا با هم بودن، زمان استارتشون رو با بانک دی میزنن. متاسفانه بانک دی که مال بنیاد شهید امور ایثارگرانه، اینا جمع شده که مثلا خان بچه شهیدی که 40 سال بابا شهید شده اصلا اینجا عمدین اوایدی ببره، نمیدونم اون جانباز قطع نخایی که رفته اونجا 75% بدنش رو داده بیاد اینجا اوایدی ببره، اینا اومدن هاپولی کردن یک جا زدن رفته خوردن رفته. عرصه و حضورتون که اومدن در شرکت توسعه دیدار ایرانیان، اونا تو اون موقع همین آقایی که متصل به داماد آقایی هست که در مثلا وزیر بودن که الان زندان هستن، ایشون مدیریت اون مجموعه توسعه دیدار ایرانیان رو در دست داشته به اتفاق فرد دیگه. این لیستی که الان نشون دادیم، معذرت میخوام، عذر میخوام آقای پالیزدار، این فهرست که الان نشون دادیم، باز میتونیم نشون بدیم همین
ردیف آبدارا هستن با شرکتی که الان شما دارین میفرمایین که منتها این آبدارا، یعنی میفرمایید که اینا بله بچه‌های خواهر حبیب امانی یا امانکی هستن. آره، معروف امانی یا امانکی اسم اصلیش. بفرمایید، خواهش میکنم، دیگه من سکوت میکنم. عرض خدمتتون که آره ایشون به اصطلاح تو شروع مشترک اینا رو به عنوان سپر جلو میذاره و کار میبره جلو. این در 20 تا شرکتی که الان اسمشون هست به همون لیست اول بدهکاران بانکی و با بانک دی آغاز میکنن شرکت توسعه. کار اصلی اینها تو سیستم بانکی کشور در واقع بخشای سرمایه گذاری بانک ها ورود میکنن، اموال بانک ها رو در واقع به یه تعبیری به دست میارن و اموال رو جایگزین میکنن. یعنی چی؟ یعنی با گران نمایی یه ملکی رو به بانک دی فروختن، یه ملک 1 میلیارد تومانی رو 10 میلیارد تومان فروختن، بعد اموال ملک 10 میلیارد تومانی بانک رو بانک 1 میلیارد تومان بهشون فروخت. اینجوری یعنی چی؟ مثلا اومده گفته آقا یه وام به ما بده، یه وام گرفته 10 میلیارد تومان، مثلا عدد و فرضی هم 10 میلیارد تومان وام گرفته، سررسید شده وامو پرداخت نکرده، گفته آقا ندارم، ای عقب جلو عقب جلو، گفتن آقا میبریم لیست مطالبات محقق دیگه بسته میشه، تا قفل میشه، سیاه میشه، تو لیست سیاه میرین، بلک لیست میشین، فلان میشین، جناب میشین. خلاصه میگه آقا من پول ندارم بدم، میخواین بیام ملک بهتون بدم. خب اینو از قبل هماهنگ شده است، چه شرکت توسعه دیدار که وظیفه فروختن املاک ارسواد حضورتون که بانک دی رو داره، میاد جلو میگه آقا من این ملک ایشونو میخوام، بیارید بدید به من. میان کارشناسی میکنن، کارشناسی هم که آدمای خودشونن، یه ملکی که میخوان یه وام 10 میلیاردی رو تسویه بکنن، ملک رو میزنن چقدر؟ 80 میلیارد تومان، 100 میلیارد تومان. ملک چقدر میارزیده؟ حد اکثر همون 10 میلیارد تومانی میارزیده که به بانک بدهکار بوده. اون رو میارن میگه آقا من راضیم، عیبی نداره، من به بانک فشار نمیارم، شما بیایید همون وام من تسویه اعلام بکنید، ما بقیش هم به من ملک بدید. بعد دوباره تو اون ملک گرفتن از بانک دی و تو تجربه توسعه دیدار، ملکی که مثلا 5 میلیارد میارزه رو 1 میلیارد براش میزنن، 2 میلیارد براش میزنن، حد دو سر سود میکنن. یعنی میان تو سیستم بانکی مثل زالو میمکن خونه بانکار. اینجوری عمل کرده آقای حبیب آقای امانکی. البته آقای حبیب آقا تنها نیست، ایشون پشت داره، پشتایی داره، چه تو حوزه سیاسی کشور، چه تو حوزه امنیتی کشور، تو حوزه های مختلف کشور. همون آقایونی که منصوب کردن گذاشتن شکل توسید دار، کی گذاشته؟ آقایی که تو رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نشسته بوده تو اون وقت خودش. اون آقا حالا الحمدلله رد صلاحیت شد، ولی خب چه فایده؟ این همه خسارت به کشور وارد کرد، این همه بانک‌ها رو تخلیه کرد، اختلاس این در سطح کلان در مملکت ایجاد کرد، ولی در صورت با حمایت این آقا افراد خودشون نشون تو اونجا، داماد آقای وزیر رو گذاشتن اونجا که مثلا همون برم از وزیری امتیاز بگیره که من داماد تو گذاشتم تو اینجا، از این برم با همدیگه زده بنداشون رو کردن و خوردند و بردند و این بساط رو برای مردم به وجود آوردن. این برای خواهرزاده ها آبدارها ها سال هر سبت خدمتون که تا سالی که در واقع مثلا بوده 3-4 سال پیش که بحث زندان آقادایی پیش نیامده بود، حبیب آقا برایش مهم نبود. چرا مهم نبود؟ چون از قبل تر زن بچه رو فرستاده تو لندن، یه کاخ به معنای واقعی کاخ در لندن خریده، زن بچه تو لندن دارن زندگی میکنن. من خبر دارم فقط هزینه چی میگن خدم حشم اینا، نه حالا بگیم هزینه های دیگه، هزینه خدم حشم این خانواده این آقای حبیب آقا در لندن 60,000 پوند ماهیانه است. این پول از کجا اومده؟ همین پول همین بانکایی که خوردند و بردن ریختن تو اونجا. عرض شود حضورتون که زن بچه اونجا هم براش مهم نیست، اینجا تک تنهاست، رفته دو زندان. به مزگی میرن تو زندان، بچه‌ها میافتن دنبال اینکه بنو شاید بتونن از همون پشتوانه‌های سیاسی که بودن استفاده کنن، کمک بگیرن و همین کارم میکنن. مثلا نهایتا حکم رو که بایستی مثلا این همه تاراج برده اموال بیت المال، نه پولی برگردوندن، نه چیزی آنچنان برگشت خورده به سیستم بانکی، آنچنان پولی بر نگشته، و مثلا 6 سال یا 7 سال خاطرم نیست براش زندان بریدن که حالا مثلا نصفشو بگن الان مثل نزدیک شده آخر امسال مثل دیگه آزاد میشه میره.
از یه مقطعی به بعد این آبدارها میذارن میرن اصفهان و خودشون مستقلن دیگه کار میکنن، دیگه از دایی جدا میشن، مثلا دایی که وجود نداشته، دایی زندان بوده، مستقلن کارشون میکنن. بخشی هم این شکلیه که اسم آبدارها باقی مونده، اسم حبیب آقا چون دیگه رفته زندان و چون دیگه مثلا یه بخشی از پولشو مثلا تسویه حساب کرده بوده تو همون مقاطع با همین روشی که عرض کردم، با همین روشی که گران نمای ملک برداخت کرده و رفته و این آقایون الان فعلا پاشون گیره. اینم از این وضعیت. آقای پالیزدار، حبیب امانی، حبیب امانی عقبه اون آدمای امنیتی قضایی و نمیدونم سیاسی کشور رو هم داریم، ولی باز به همون دلیلی که قبلا گفتم الان اسم اعلام بکنیم دیگه. من تمام شرکتش رو رفتم نگاه کردم و میگم حالا تا اونجایی که آگاهی دارم. منتها یک سوال، این حبیب امانی که الان زندانه چقدر حبس گرفت؟ و 6 یا 7 سال دقیقش رو 6 یا 7 سال که اونم فکر کنم آخر امسال با بیشتر از یه نصفش میگذره و میاد بیرون دیگه. یعنی میره پیش زن و بچه‌اش تو هم کاخه که میگین. میاد بیرون دیگه، حالا تو اینجا حالا یه ممنوع خروج بشه یا نشون نمیدونم، ولی فعلا که میاد از زندان میاد بیرون دیگه، پول بانکم که الا ماشاءالله میمونه بلا تکلیف. ببینین اون داماد وزیری که میگین که دو نفر هستن که اسمشون توی شرکت ها هستن، زندان رفت. بله، آقای هادی رضوی داماد محمد شریعت مداری که داریم عکسش رو اگر نشون بدیم که حالا همه میشناسنش دیگه، که سر بانک سرمایه هم رفت زندان. توی این موضوع، توی این موضوع 4 ماه زندان رفتن و اومدن بیرون. اصلا اینجوری نیست که اونا خیلی آسیب ببینن. عجب. بابت این موضوع گرانمای ملکای بین حبیب آقا 4 ماه زندان رفتن و اومدن بیرون. نه اینکه حکمش 4 ماه بود، 4 ماه موندن دیگه خواسته این منبع که اومدن بیرون. نه، حکمش که 20 سال بود. نه این بابت مسائل دیگه است. بعد از اون، یعنی این بابت بانک سرمایه بود 20 سال. بله. دقیقاً. خب من ازتون درباره این افرادی که اینجوریان حالا نمیپرسم. یه فرد دیگه هست که آدم اطلاعاتی امنیتی قدیمی هم هست، این ارسلان فتحی پور که اسمش بعض جاها در پیوند با همین آبداران مطرح میشه و شرکتاشون، عکس ارسلان فتحی پور هم داریم. ارسلان فتحی پور چند دورم نماینده مجلس بوده و در واقع تمام، من اینجوری بپرسم ازتون آقای پالیزدار، آیا واقعا اگر که ارتباطات اطلاعاتی و امنیتی این آبداران و حبیب امان کی حبیب امانی نبود، مخصوصا طریق همین ارسلان فتحی پور عرض میکنم، آیا اصلا میتونستن اینا یه همچین شرکت هایی بزنن؟ بله، ایشون شرکت هایی بزنن و به این راحتی چند تا بانک رو سرکیسه کنن و به فرمایش شما پولا رو هاپولی کنن برن لندن و بعدم کسی هم کاری به خود آبدارام نداشته باشه، چون داییشون هم خوب ارتباط اصلی داره با ارسلان فتحی پور. میشد اصلا بدون ارتباط امنیتی اینا این کارا رو بکنن؟ محاله. یعنی من اصلا اگه بخوایم الان اینجوری بگیم که بدهکاران بانکی چجوری به وجود میان، بدهکاران بزرگ بانکی منظورم است، چجوری به وجود میان، علت اصلی اون رو میذارم بر پایه این که بانک ها اعتبار با اعتبار سنجی وام نمیدهن، بانک ها بر اساس ارتباطات سیاسی وام پرداخت کنن. یعنی اگر که یک فردی پشتوانه سیاسی داشته باشه فشار بیاره، خب اون وثیقه نمیگیره. وقتی وثیقه نگیره، حالا من یه موردی رو میرسیم بهش که میلیارد ها وام مثلا با 450 میلیون تومان وثیقه، آخه که نمیشه که شما وقتی اعتبار سنجی درستی انجام بدی، ملاحظه نکنی واسه سیاسی پشت صحنه طرف رو، هیچ وقت این مدلی عمل نکنی. اگه بانک رو جز اموال خودت بدونی،
اگر طوری نگاه بکنی، نگاهت این باشه این مال، این اموال، حالا بیت المال مال من نیست، مال بابای من نیست، مال این مردمی که من به عنوان امین و امانتدار این مسعود گذاشتم تو اینجا که این باشم، ولی اگه این نگاه رو داشته باشه هیچ وقت بدون اعتبار سنجی اون پول پرداخت نمیکنه به این آقایون. همون پشتوانهای سیاسی آقایون هستش که تو شروع کار با کمترین وثیقه یا بدون وثیقه وام پرداخت میشود و یه علت اصلیش اینه. علت دوم باز دوباره میگه چرا حالا پرداخت شده چرا زودتر ویلگی نکردن، باز دوباره همون آدمای سیاسی زنگ میزنن به سیستم بانکی کشور، آقا یه خورده صبر کن، یه خورده فشار نیار، یه خورده تحمل کن، آقا بیا 5% بگیر، بقیه‌اشو استعمال کن، نمیدونم فلان کن. با این روش هایی که به وجود میارن باز دوباره عقب میفته، هی عقب میفته، نتیجش میشه الان 80 تا الان 20 ساله، اون 18 سال 20 سال پول مونده هنوز پول بانکو پرداخت نشده. به خاطر اینه، به خاطر این ملاحظات همش جریانات سیاسی، حالا اسمشو بذاری امنیتی قضایی، هر کی که پشتوانه اون فرد هست تو سیستم حکومت جمهوری اسلامی، اونها باعث این، اگر دست اونها قطع بشه از سیستم بانکی کشور و آدمایی منصوب بشن در سیستم بانکی کشور که به اینا توجه نکنن، هیچ وقت این بدهکاران بانکی به وجود نمیاد. یا اگه ما رو قبلا بوده باشه حالا گرفته بودن، ترس نداشتن. من نمونه به شما میگم، صندوق ضمانت صادرات ایران یه خانومی مدیر عاملش بود، عرض شد خدمتون که یکی از این بدهکاران بانکی بزرگ به اصطلاح ایشون اقدام کرد برای مطالبات موفقه اون آقا. اون آقا اومدش برای اینکه اینو متوقع کنه چندین بار باش تماس گرفت، بهش گفته بود که اگر ادامه بدی این موضوع رو، اگر پیگیری کنی، من تمام رسانه‌های داخلی کشور در اختیار منن، آبروتو میبرم. گفته ببر، من اینجا نماینده مردمم، امین مردمم، برای بیت المال من کاری هم ندارم، من یه زنی هستم که اینجا پلکانی هم اومدم بالا، زده بندی هم نیومدم بالا، بالاخره هر چی شد شد، مهم نیست برای من. چیکار کردم باش؟ وقتی دیدن اول فشار آوردن که آقای خوب کتابی ها بیخیال، دیدن نه کتابی ها نیست، اگر بگه زیادی بهش اصرار کنن یه وقت میبینی مصاحبه میکنه اسم اونا رو میاره به عنوان کسایی که پشت این آقا هستن. چه اتفاقی افتاد؟ اون آقا رسانه های متاسفانه هستن، رسانه های کثیفی که چه در داخل کشور وجود دارن چه خارج از کشور، اونها رو تحریک کردن، یه دفعه خبر مثل بمب ترکید که خانم فلانی نمیدونم زن صیغه ای وزیر فلانی است، زن صیغه ای وزیر چنانی است، با آبروی زنه شروع کردن به بازی کردن که طرف ببره دیگه عقب نشینی کنه. بعد بهش زنگ زد آقا خوبه بسته یا ادامه میخوای بدی؟ اون بنده خدا که کوتاه نیامد، ولی متاسفانه بخشی بسیار اندکی از اون پول تونست بگیره و با بخشم نده و برداشتنش. کدوم مؤسسه بود فرمودین؟ صندوق ضمانت صادرات ایران. بله. خب اون 350 میلیون وثیقه ای که گفتین حالا میرسیم بهش تو صحبت تو هر صحبت خدمتون که چندین مورد ما داشتیم که من الان میخوام بپردازیم به موضوع احتمالاً تو مربوط به همین آقایون لاهیجانی ها بشه. بله من لاهیجانی هم یادداشت کردم که ازتون بپرسم. خب بفرمایید، خواهش میکنم. تو فهرست بدهکارهای کلان بانک سپه و چند تا بانک هستن به اسم بله، یعنی فقط نوشته لاهیجانی ها. بله درسته، اینا هم اتفاقا دقیقا مثل همون موضوع خودشون قضیه نیستن، کسی دیگه پشت قضیه است، اما مثل همه موارد لاهیجانی خودش یهودیه، یه فردی است یهودی در ایران زندگی میکنه سالهاست، پدر و پدر جدشان تو ایران زندگی میکنه، تا یه سالهای تو حوزه پوشاک خودش فعال بوده و تو مقاطعی که بچه‌های ایرانی می‌رفتن کارگری می‌کردن تو ژاپن، پول جمع می‌کردن می‌آوردن برای اینکه زندگیشون رونق بدن، یه آقای جوونی که رفته بود اونجا پول جمع‌آوری کرده بوده یه مقداری به نام آقای حسین شهیدی همدانی، این آقا میاد برای اینکه به اصطلاح یه فعالیتی رو در ایران شروع بکنه با اندک پولی که جمع‌آوری کرده بوده، مواجه میشه با این آقای لاهیجانی. اینو لاهیجانی میگه آقا ببین من یهودی ام، نمیتونم، هر چی بخوام، اگه بخوام روش کنم یه کم روش کنم میزننم، و تو بیا کنار من قرار بگیر، تو صحبت کردنت هم خوب انگلیسی رو خوب مسلطی،
میتونی صحبت بکنی و با قول بچه ها جنتلمن برخورد میکنی با مسائل. لذا تو سیستم بانکی کشور بردمون هم زیاده، میتونیم پول بگیریم و یه سری مثلا بری تو شهرداری ها مجوز بگیری، جواز ساخت بگیری، با هم دیگه ملک و املاک رو بخریم و ساخت بزنیم، میسازیم و پولدار شیم. اونم خب که بعدش نمیومد که هم پولش رو آوردم که خودش رو وقتش رو گذاشت این موضوع، شروع کردن کار رو. و در اوان فعالیتاشون که کار آغاز میشه، مواجه میشن با یه ملکی در میدان هدایت. این ملک در دقیقا داخل میدان هدایت، نبش کوچه سعیدی یا خیابون فری سعیدی در واقع محل استقرار اون ملک هست که 4075 متر مربع است. هر سبد حضورتون که با اون ملک مواجه میشن، ببینن مالک ملک فردی است که عجب جای بدی نصف نیمه موند. حالا سعی میکنن دوستان که دوباره برقرار کنن ارتباط رو. آنچه که آقای پالیزدار تا اینجا فرمودن در پیوند با لاهیجانی ها، فردی که میفرمایند فرهاد لاهیجانی هاست که در مملکتی که مذهب رسمی اعلام میکنه در قانون اساسیش برای کشور مذهب شیعه، طبیعتاً از مذهب شیعه دیگه بری اونورتر اهل تسنن که خطرناکان اصلا برای شیعه ها، و بعد تمام پیروان ادیان دیگه و آیین های دیگه علارغم همه شعارهایی که هست، طرف کلمی است، هم خودش میگه هم اطرافیانش میگن که اگه بخوای کار کارستون بکنی تو بیزینس، تو سرمایه گذاری، ممکنه بزننت، ممکنه نه میزننت، پس بیا با ما شریک بشو. شریکش که حسین شهیدی، حسین شهیدی اسم کاملش رو من خدمتون عرض بکنم، حسین شهیدی، خب بله، شهیدی همدانی، حسین شهیدی همدانیه و با فرهاد لاهیجانی ها شریک میشه. اون آدم جنتلمنی که فرمودند حسین شهیدی همدانی که مسلمان شیعه است، خب بنابراین میگه خب بیا و با هم دیگه کار بکنیم. و این دوتا سر ملکی که آقای پالیزدار فرمودن، از اون طریق با فرد دیگری آشنا میشن که اون آدم وقتی که میبینه که میتونه بذاریم، من اینجوری بگم قبل از اینکه آقای پالیزدار بیان، من میگم اون آدم کیه تا بعد بحث رو با ایشون ادامه بدیم. اون آدم مردشور آیت الله مصباحه، یعنی مطلبی کاشانی، اسمش هم عکسش هم میتونیم نشون بدیم. مطلبی کاشانی خودش ارتباطاتش با تمام آیات اعظامی که بعضیشون رو دیگه مصباح یزدی رو شد که موقعی که مرده بود اون آقای امام جمعه گریان صدیقی تعریف کرد دیگه داستانو، که بلند شد چشش باز کرد و فلان و بعد دوباره خوابید. و آقای مطلبی کاشانی در این ملکی که آقای پالیزدار فرمودن در میدون هدایت 4075 متر، این همون خونه ایست که زیر زمینش کرده مرده شور خونه به اصطلاح برای علمای اعلام. و این آدم به عنوان یکی از بزرگترین خیرهای ایران مطرح است و اینقدر پول داره از طریق پول گرفتن از بانک ها به نام دیگران، از جمله به نام حسین شهیدی همدانی و فرهاد لاهیجانی، بی ویژه به نام حسین شهیدی همدانی، به نام اینها پول گرفته و از بانک ها و درصد درست کرده برای خودش، از پولهایی که اون وسط میگیره و کار چاکونه اینها بوده. منتها داستان رو باید بدانید، من فقط خواستم بشناسینش، این آدم رو باید بدانید که ارتباطاتش چیه، از چه طریقی این وارد کار شده و چقدر پول به نام فرهاد لاهیجانی ها و حسین شهیدی همدانی بالا کشیده. 1 میلیارد دلار.
خب به من بگین اگر که مهمون وصل نمیشه، فعلا متاسفم که این قضیه موند، یکم دندون رو جگر بذارین تا من ببینم کدوم قسمت رو دقیق تر بگم خدمتتون. اجازه بدید من درباره همین مرده‌شور رضا مطلبی کاشانی عرض کنم خدمتتون. همون قسمت قبل وصل شد، آقای پالیزدار تشریف میارن. خب بسیار خوب، ارتباطمون وصل شد. آقای پالیزدار از همون جایی که شما قطع شد متاسفانه ارتباطتون، ما به گوشیم بفرمایید در پیوند با فرهاد لاهیجانی ها و حسین شهیدی همدانی و ارتباطی که با فردی که گفتیم که شما نبودین، من یواشکی اسمشو گفتم، و بفرمایید بریم جلو ما به گوشیم. بله همون آقایی که فرمودید. خب مثل این که نمیشه، من خودم در این 7-8 دقیقه ای که داریم درباره این فرد و ارتباطش با این پرونده عرض میکنم، همون تو قسمت قبلی که داشتیم صحبت میکردیم. ببینین لاهیجانی ها صحبت کردن ایشون که تو کار پوشاک بودن، سال 83 با حسین شهیدی همدانی شریک میشه فرهاد لاهیجانی ها، از اقتصاد نوین و مسکن و سپه و ملی وام میگیرن، میرن تو کار ملک. سال 84 ملکی رو در تهران از مطلبی کاشانی میخرن که توضیح دادن همون ملک میدون هدایت. مطلبی کاشانی ملک رو میفروشه به دلیل اینکه اون موقع بدهکار بوده به گلپسرهای آیت الله جاودان، آیت الله جاودان مجلس خبرگان که خیلی نرم و نازک حرف میزنه اینها، حالا عکسش رو بعدم میبینین دیگه، فکر پرده آخرها هم بود این آیت الله جاودان. به هر حال مطلبی کاشانی بدهکار بوده به گلپسرهای آیت الله جاودان، در نتیجه ملک و مجبورش بفروشه به فرهاد لاهیجانی ها و حسین شهیدی همدانی که با هم شریک بودن. ما فرصت دیگه ای برای آزمایش نداریم، یک بار دیگه خب آقای پالیزدار رو اگر بس شده لطفاً بیارین رو آنتن که آقای پالیزدار جان بفرمایید. خواهش میکنم، من فقط همون ملکی رو که خریدن، من چیز اضافی در واقع به حرفای شما نگفتم، بفرمایید من به گوشم و بینندگان. متون که بله اینا ملک رو از آقای مطلبی کاشانی خریداری میکنن، ولی آقای مطلبی کاشانی با این نگاهی که در دراز مدت به این تیم داشته بود، داشته تو ذهنش، میره چند تا پلاک اون برتر مستقر میشه به صورت اجاره و در واقع بهش به طمعی داشته به اموال این آقایون که بالاخره به شکلی به دست بیار برگرده سر جایش در واقع و اموالی رو هم به دست بیاره. عرض شد خدمتون که با گذشت به صلاح حالا یه مدتی، نمیدونم دقیقا چه مدت، ولی یه مدت که میگذره تو جلسات هیئت هایی که برگزار میکنه مسئولین رو دعوت میکنه، عرض شد که به واسطه ارتباطاتی که داشته، میدونید که آقای مطلبی کاشانی دخترش در اون مقطع عروس سردار جزینی معاون نیروی انتظامی بوده و عرض شد حضورتون که پسرش هم داماد حاج آقای ابو ترابی نایب رئیس مجلس بوده، نایب رئیس مجلس وقت، و بالاخره ارتباطات زیادی رو نه فقط به واسطه اینها بلکه به واسطه هایی که از قبل داشته، مثل ارتباط هایی داشته. ایشون میدونید که آقای مطلبی کاشانی همون مرده‌شوری است که فرمودن تو خونه خودش آقای مصباحی عزیز آوردن اونجا به شورتش، گفتن ایشون مثلا یه دفعه خندیدن دونم چی رو این حرفا اینطوری، و برای چند نفر حق شناس و دیگران هم ایشون مرده‌شوری کرد تو همون خونه. حالا من عرض میکنم بهش میرسیم. عرض شد خدمتون که بعد از گذشت مدتی که این آقای حسین آقای شهیدی رو، شهیدی همدانی رو میبرده خونهش، گفته روزهای من بیا تو هم باش، میرفته ایشون هم میدیده که مثلا شرایط میگرفتتش دیگه، آقا من دارم میرم اونجا یه دوربین های آنچنانی بودشون اصلا هر گیت داره از اون گیت میخوای رد شی،
اصلا نمیتونی عبور کنی به همین سادگی و خلاصه. و اینجا ایشون ارتباطاتی که داره این آقا تو با این مسئولین بالاخره آدمی قویه و خلاصه یه دفعه مواجه میشه با یه پیشنهادی از سوی آقای مطلبی گاشنی به اونا. چه پیشنهادی؟ میگه که آقا من یه ملکی سراغ دارم تو سرای زرابخونه، بالای سرای زرابخونه. اون ملک رو به جهت اینکه اونجا محدودیت وجود داره برای ارتفاع ساختمون های مرتفع 4-5 طبقه بیشتر نمیده. چرا؟ به جهت اینکه وزارت اطلاعات مشرف میشه بهش، ساختمون میره داخل وزارت اطلاعات مشرف. به همین جهت اجازه شهرداری اجازه نمیداده که اونجا ساختمون بیشتر از 4 طبقه ساخته بشه و این دلیل بر این میشه که ملک ارزون بشه. میگه آقا بریم، من میتونم این ملک رو ارزون بخرم و میتوانم، این توانایی در من وجود دارد که از شهرداری جواز بگیرم برای 20 طبقه و این ملک با جواز، ملک قیمتش 30 میلیارد تومان بوده، نمیدونم یه عددی هم بالا 5 میلیارد 10 میلیارد نمیدونم همین 20 میلیارد چقدر عددش رو نمیدونم، میگیره برای شهرداری به جواز شهر. در واقع آقایون این کارهای فعالیت اقتصادی که با خرید فروش ساختمون و ساختمون سازی و غیره تو چند سال کرده بودن و عرصبت حضورتون که پولی که در آورده بودن، این عدد رو میذارن در اختیار آقای مطلبی. حالا آقای مطلبی کاشونی بهشون میگه که شما خودتون نمیتونید، من به نام شما نمیتونم بخرم. اولا که تو آقای لایجانی و یهودی هستی و آقای شهیدی همدانی تو هم الان بدهکار بانکی هستی. اگر که الان من این ملک به نام تو بشه، بانک سری میاد به نام خودش میکنه و درد سرساز میشه. شما بکشید کنار، به من اعتماد کنید، سند به نام خودم بشه، هر شبت حضورتون که، و من اینجا رو میسازم میفروشیم، هم بدهی بانکیتون رو برداخت میکنید و همین سود کلانی میبرید و ما هم این وسط منتفع میشیم. یه دقیقه وقت داریم و اونا اینا قبول میکنن و به این روش ایشون ورود میکنه، اینجا رو میسازه و در اون زدوبند فساد اقتصادی که در بنیاد تعاون صورت گرفت، این ملک گران فروشی میشه به بنیاد تعاون به 840 میلیارد تومان، یعنی قریب به 1 میلیارد دلار اون مقطع زمانی، و اینها هم به اونا داده نمیشه. اون آقایون هم یه تیپا میخورن اوت میشن میرن، الان بدهکار بانکی اونا باقی موندن. اموال بانک ها که در وسط اونا به آقای مطلبی کاشانی داده شده اموال آقای مطلبی کاشانی و هیچ طرف هم با اون آقایون نیست. به حرفای زیادی در این رابطه داریم، یا اگه با این فرصت کوتاه من میخوام ادامه مسیر همین موضوع رو بدم، مسیر زیاده. ما تو بانک سامان به اصطلاح و بدهکار بانکی که آقای زرابی خودش هر شبت صاحب بانک هست، خنده‌داره که بانک ملی به عنوان بدهکار ابر بدهکار معرفی که آقا کاری نداره. بله در تو با همین مطالبه کاشانی هم حرفای زیادی هست. ببینید اون هست درباره ماجرای میانکاله و آقای عبدالله عبدی که یکی از کلام بدهکارا هست، اونم صحبت داریم دیگه، زمان داره تموم میشه متاسفانه. 1 میلیارد دلاری که هست در واقع اول با اون خونه ملکی که در سرا زرابخونه مشرف وزارت اطلاعات فروخته میشه به تعاونی ناجا که اون پرونده رو درست کرده، این داستان ها این همش میره تو جیب مطلبی کاشانی، در حالی که پول اولیش مال شرکای همون لاهیجانی ها و شهیدی همدانی بوده. آقای پالیزدار من اینجا متاسفانه مجبورم ازتون خدافظی کنم، شبتون بخیر، امیدوارم هفته آینده در خدمتتون باز باشیم مفصل تر، حالا ببینیم چه جوری میشه. شبتون بخیر. بریم شرایط ما به کجا ختم میشه، ان شاءالله باشیم خدمت. فردی آخر زود. اگر مذهب رسمی کشور ما شیعه است، این نوع عمل کردن ما مفت نمیارزه، پشیزی ارزش نداره. چه تایم پخش چیپس و پفک از پخش فضائل امیرالمؤمنین بیشتره. شب و روزگار خوش.